رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند سه جای هیچ کس به یاد کسی دیگه نیست، در سه جای یکی از دیگه فرار میکنه، در سه موضع انسان به وحشت و به خوف و به خطر واقع است در روز آخرت. اون سه جای کدام سه جای است؟ انسانان با سعادت پرونده نامی اعمالشان به دست راستشان داده میشه و انسانان شقی و بدبخت به دست چپشان داده میشه. منافقین چون این موضعی را میبینن، دست راست چپ خودند و عقب خود پنهان میکنن و دست راست خدا را پیش میکنن، غافل از این که پرونده نامی اعمالشان از پشت و سرشان به ایشان داده میشه. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم خواست که مرا شفاعت کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بدون شک تو را شفاعت خواهم کرد. گفت یا رسول الله شما را در کجا پیدا کنم؟ فرمود در جایگاهی که نامی اعمال انسان یا اعمال انسان وزن میشه. گفت اگر آنجا نیابم چی؟ بله دوستان عزیز، در حلقه حاضر پیرامون این مورد صحبت میکنیم، ولی قبل از اون من یوتیوب چینل را سابسکرایب کنین و این کلیپ ها را با دوستانتون شریک کنین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، در جلسه گذشته یا برنامه گذشته در ارتباط به اینکه افراد اشخاص که به الله متعال ایمان و باور ندارند ولی دانشمندن، اختراعات کردن، اکتشافات کردن یا مصدر خدمت به مردم واقع شدن، آیا وارد بهشت می شوند یا خیر، یا ساده تر آیا اعمال خیر اونا حساب میشه و وزن میشه؟ پیرامون موضوع مفصلا صحبت کردیم. در حلقه حاضر یکی از حساس ترین مرحله و برهه زبان ساده تر حیاتی روز قیامت صحبت میکنیم. آن این است که در روز آخرت انسان به خاطر وزن اعمالش فرا خوانده میشه. مهمترین و ترسناکترین، مخوفترین، وحشتناکترین امر خواهد بود. الله متعال در قرآن در ارتباط با برپا شدن وزنهای اعمال آیه های متعدد ما شما را هشدار داده که بدان روز می بایست ما آمادگی بگیریم. علا کل حال حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنه روز گریه می کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای عایشه چی چیزی تو را به گریه واداشته است؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مهربانی کردند که یا رسول الله به یاد آتش جهنم افتادم، به یاد روز آخرت افتادم. یا رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا در روز آخرت تو ما را به یاد داری؟ آیا خانواده تا به یاد داری؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ای عایشه سه موضع و سه جایی است که هیچ کس به داد کسی نمیرسه و هیچ کسی به یاد کسی دیگری نیست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن یکی در جایی که نامی اعمال انسان وزن میشه، دوم در جایی که نامی اعمال انسان به او داده میشه، و سیوم در زمانی که از پل صراط این فرد عبور میکنه. این سه جایی است که در واقع هیچ کس به یاد کسی نیست، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مواضع های سیگانه حتی به یاد امتش است و در این مواضع سیگانه در واقع بابت شفاعت او حضور داره. میایم در ارتباط با بحث وزن کردن پرونده نامی اعمال انسان ها، البته روایتی که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر شد در کتاب الترغیب و الترهیب برقم 424 ذکر شده است. حال توجه کنین بر روایت دیگه که از حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه بیان شده است. حضرت انس ابن مالک روایت میکنن که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در کنار ما بودند و ما گفتیم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم در روز آخرت آیا برای من شفاعت میکنی؟ برای من شفاعت کن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم.
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که بله این است و تو شفاعت خواهم کرد. من گفتم که یا رسول الله، پس شما را در کجا ما پیدا کنم؟ پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود مرا در زمانی که نامه در واقع اعمال انسان وزن میشه آنجا خواهی یافت. بعد گفتم یا رسول الله اونجا نیافتم چی؟ ایشان فرمودند که در کنار پل صراط. گفتم یا رسول الله اگر آنجا نیافتم چی؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود که در کنار حوض کوثر حتما خواهی یافت. این روایت از سنن ترمذی کتاب صفت القیامه همچنین باب ما جاء فی شأن صراط ذکر شده است. علی کل حال زمانی که انسان ها فرا خوانده میشن، انس و جن، هم شامل هنس انس و هم شامل جن فرا خوانده میشن، چی مشرک، چی یهود، چی نصارا، چی منافق، چی موحد، چی مسلمان که تمام اعمالش بقدر الله متعال اخلاص و رضایت او را در نظر داشت، همه اینا در روز آخرت فرا خوانده میشن به خاطر اعمال اینا وزن شود. در وقتی که نامه اعمال انسان به او داده میشه یا اعمال او وزن میشه، هر کس از کسی دیگه در واقع دوری میگزینه، یکی از دیگه فرار میکنه. در آن لحظه هیچ کسی به یاد کسی نیست. سوره مبارکه عبسه الله متعال چی زیبا میفرمای غالبا آیه 34 تا 37 مش است، یوم یفر المرء من اخی، روزی که انسان از برادرش فرار کنه، او امیهی و ابی و همچنان از پدر و مادرش فرار کنه و صاحبتیهی و بنی و همچنان از همسر و فرزندش فرار کنه. بله، پس چنین روزه هر کس از کسی دیگه فرار میکنه و هر کس به معالت خود و اعمال که از در گره او اعمالش در واقع گرفتار آمده است. در سوره مبارکه التکویر الله متعال می فرماید و اذا الصحف نشرت، و آن زمان که پرونده نامه اعمال انسان گشوده شود. در سوره مبارکه الاسرار الله متعال چیز با می فرماید در جزء 15 کلام الله مجید است، غالبا آیه 12 است، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و هر انسان پرونده نامه اعمالش بگردنش در روز آخرت آویخته است. هر انسان پرونده نامه اعمالش در گردن او آویخته میشه. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و در روز آخرت این پرونده نامه اعمالی که در گردن او آویخته است، در واقع هر چیز در آن نوشته شده است و در برابرش گشوده میشه. بعد برش گفته میشه اقرا، بخوان. چی را بخوان؟ اقرا کتابک، بخوان پرونده نامه اعمال خودت. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، امروز کافی است بر نفس تو که حسابگر اعمال خودش باشه. یعنی هر کس پرونده نامه اعمال خود باز میکنه بدون اینکه کس با او حساب کتاب کنه، در واقع نفس خودش حسابگر اعمال خودش خواهد بود و میکفایت میکنه. الله کل حال دوستان عزیز، اما اینجا کسی را نامه اعمالش یا ساده تر بگویم پیروزی و شقاوتش، بدبختیش در آن روز، یا ساده تر از یک بخوایم بگویم پارچه نامی اعمالش یا به دست راستش داده میشه یا به دست چپش داده میشه یا بس پشت سرش داده میشه. حالا نگاه کنین که به چه کسایی به دست راستش، چه کسی به دست چپش و چه کسی به پشت سرش. کسی را که به دست راستش داده میشه موحدینه که اعمالشان اخلاص کرده شده برای رضایت الله متعال، مطابق به قانون الله و پیامبرش زندگی کردن، تمام هم و غمشان خدمت به بشریت و از این طریق رضایت الله متعال بوده است. به الله و پیامبرانش، فرشتگان، روز بازپسین، حساب و کتاب، بهشت و جهنم همش ایمان داشتن. جوانی خدا صرف خدمت به خدمت الله متعال و خدمت و خلق مردم کرده است. پس الله متعال در سوره مبارکه الحاقه مهربانی میکنن که فاما من اوتی کتابه بیمینه، هر کس که پرونده نامه اعمالش به دست راستش داده شوه، فیقول ها امقرأ کتابیه، در میدان محشر بلند صدا میزنه ای اهل محشر، من امروز کامیاب و رستگار شدم، امروز من پیروز شدم، انی ظننت انی ملاق حسابیه،
من ایمان و باور داشتم که حساب کتاب حق است و پروردگارم با من محاسبه خواهد کرد و به روز بازپسین باور داشتم و بدین روز من آمادگی داشتم. فهو فی عیشت راضیه، پس این فرد در یک زندگی کاملا جاودانه ای که از آن راضی است در واقع بسر خواهد بود. فی جنت عالیه، در بهشت عالی با درجات عالی، که بعد الله متعال مهربانی میکنه که میوه هایش در دسترس از کلو و اشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه، بخور بنوش به سبب آنچه اعمال خیره که در واقع در دنیا انجام دادی. انسانان سعید با در واقع نیکبختی هستند که پرونده نامی اعمالشان به دست راستشان داد. البته قابل ذکر است نه تنها از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بلکه از سایر امم دیگر، از امت حضرت نوح علیه السلام که بر رسالت نوح ایمان آورده بودند، و امت حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل، حضرت یحیی، حضرت زکریا، حضرت عیسی ابن مریم، اون کسانی که بر رسالت انبیا ایمان آورده بودند، و همچنان امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، انسانان سعید و سعادتمندی که نامی اعمالشان به دست راستشان داده میشه. ولی این طرف دیگه، و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، و هر کس که پرونده نامی اعمالش به دست چپش داده شد، کافران مشرکان مرتدینی که بر علیه الله و پیامبرش در هر عصر جبه گرفته بودن، خالق یگانه و یکتا که هست کننده آسمان ها و زمین بود را منکر شدن و بر علیه دین او بلند شدن، پیامبرانش به استهزا و به تمسخر گرفتن، آیات قرآن به استهزا و تمسخر گرفتن، انبیای الله متعال به شهادت رساندن، علمای راستین و حقیقی را به شهادت رساندن، بر علیه فساد در روی زمین و بر علیه انسانیت و بشریت در روی زمین کوشیدند، الله متعال مهربانی میکنند که ظالمان و ستمگران و خدا ناباوران اینا چه کسایی هستند؟ و اما من اوتی کتابه بشماله، کسانی که پرونده نامی اعمالشان به دست چپشان داده شد، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، خواهد گفت، میگوید ای کاش این پرونده نامی اعمال به ما داده نمیشد، ای کاش من از پرونده نامی اعمال خود با خبر نمی بودم، ای کاش من حساب کتاب روز آخرت در موردش هیچ معلومات نمی داشتم، ولم ادر ما حسابیه، حساب اعمال خود نمی دانستم، حساب ما چی است؟ و اصلا به این کارم به اینجا کشیده نمیشد. و امروز وقتی که وفات کرده بودم او تمام میشد همچیز. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش مرگ آخرین منزلگاه یا توقف جایی می بود که دیگه ما دوباره برانگیخته نمیشدیم. یعنی این همه حساب کتاب، آن هم به شکل خیلی دقیق، هیچ گونه دستاویز برای نجات نیست، ای کاش از تمام اینا ما خبر نمی داشتیم. ما اغنى عنی مالیه، مال ما امروز به ما سود نکرد. مایی که در واقع می گفتیم که رهبریت تمام جهان در دستان ما هست، خدای وجود نداره، حساس زندگی ما زندگی سرمایه داری بود، الله متعال میگه ما اغنى عنی مالیه، این فرد در آن روز میگه که مال ما، ثروت ما چی کندوخته بودم هیچ فایده نکرد بر من، هلک عنی سلطانیه، قدرتی که داشتم، رئیس جمهور بودم، حاکم بودم، بالاخره فرعون زمانه بودم، نمرود بودم، هامان بودم، قارون بودم و غیره و غیره، هیچ گونه فایده ای در واقع به من نرساند، آن قدرت و توانایی و سلطنتی که داشتم همش به باد و فنا رفت. اینجاست که این فرد با خود گفته میره که چنین شد و چنان شد، الله متعال مهربانی میکنه، خذوه فغلو، بگیرینش و به زنجیر در واقع بپیچینش محکم. حدیث از حضرت عبدالله ابن عباس است که ایشان مهربانی میکنه، زمان که الله متعال مهربانی میکنه که خذوه بگیرینش، 70,000 ملک از این خذوی الله متعال یا از این امر الله متعال به سمت این فرد در حرکت میشه. ببینین فرمان الله جبار قهار هست که در واقع یک لحظه هم نمیخواین که تعطیل شود. ثم الجحیم صلوه، بعد با آتش جهنم بیاندازینش. این فرد گرفته با آتش جهنم پرت میکنه. در این میان
منافقین میبینن که در واقع این فردی که پرونده نامه اعمالش به دست راستش داده شد، این که کامیاب شد، و این فردی که به دست چپش دادم شد و این فرد شقی شد و با آتش جهنم میفته. بعد اینا چیکار میکنن؟ منافقین دست راست خدا نه پیش میکنن و دست چپ خدا نه بقیه به خود پنهان میکنن. یعنی که پروردگارا ما را پرونده نامی اعمال ما را بده. این در حالی است که انسانان با سعادت پرونده نامی اعمال خود به دست راست خود میگیرن، نه انسانان شقی و منافق و بدبخت. بعد در سوره مبارکه انشقاق از غالبا الله متعال مهربانی میکنه. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره، و هر کس پرونده نامی اعمالش از پشت سر برش داده شد، این فرد دست چپ پنهان کرده، دست راست خدا پیش کرده، دست چپ خدا پنهان کرده است. یعنی در واقع پرونده نامی اعمال ما به نشانه سعادت به دست راست بده، غافل از این که پرونده نامی اعمالش از پشت سرش در دستش به دست در واقع به دست چپش گذاشته میشه. و هر کس پرونده نامی اعمالش از پشت سر به او داده شد، فسوف یدعو ثبورا، به زودترین فرصت مرگ و هلاکت و فانی شدن از الله متعال خواهد خواست. یعنی تباه شده است، بدبخت شده است، بیچاره شده است. هر کس که پرونده نامی اعمالش به نشانه شقاوت از پشت سر به او داده شده است داده شود، پس این فرد در واقع به فنا رفته. و یسل سعیرا، به زودترین فرصت وصل می شود به آتش جهنم. پس این افراد اشخاصی است که در واقع در روز آخرت انسانان شقی بود مانند گروه اول، و انسانان سعید بود مانند گروه اول، و انسانان شقی بود مانند گروه دوم. و اما دوستان عزیز، اعمال انسان چنان دقیق و چنان به شکل تفصیلی نوشته شده است که انسان خودش مات مبهوت میشه در آن روز. در سوره مبارکه الله متعال، سوره مبارکه قمر، سوره مبارکه کف این موضوع را بیان داشته است. سوره مبارکه قمر الله متعال مهربانی میکنه، و کل شیء فعلوه فی الزبر، و هر چیزی که انسان انجام داده است، فیل کرده است، در پرونده نامی اعمالش در واقع نوشته شده است. و بعد و کل صغیر و کبیر مستتر، و هر خرد بزرگ در واقع نوشته شده است. یعنی ای چیز در دنیا انسان از آن چیزی که انجام داده است، یعلم خائنت العیون و ما تخفی الصدور، در سوره مبارکه الغافر میخوانیم. حتی انسان چشمان را که به خیانت میگرده و آن چیزی که سینه ها پنهان میداره الله متعال میدانه. اما تایی که به فعل تبدیل نشده پروردگار جهانیان بشناشته نمیکنه، آن چیزی که انسان از اعمال سش در سینه داره که میخواد در واقع انجام بده، تا وقتی که فعلیت به خود نگرفته است الله متعال بر علیه او نوشته نمیکنه گناهی که در ذهن داره. و وضع الکتاب، الله متعال می زمانی که و کتاب گذاشته میشه، فتر المجرمین مشفقین مما فی، سوره مبارکه که پای 49 میشه، زمانی که پرونده نامی اعمال گذاشته میشه، از آن چی که مجرمان در دنیا انجام دادن با ترس میافتند، احساس شقاوت و بدبختی میکنه از آن چی که در پرونده نامی اعمالشان موجود است. و بعد زمانی که پرونده نامی اعمال میگه و یقولون، و میگویند که یا ویلتنا، ای وای بر حال ما، من هذا الكتاب، این چگونه کتاب است، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة، هیچ فرو نگذاشته است، عمل صغیرة، عمل کوچک، ولا کبیرة، نه عمل بزرگ، الا احصاها، مگر این که نوشته کرده است. بعد الله متعال مهربانی میکنه، و وجدوا ما عملوا حاضرا، و پیدا خواهند کرد، آذر خواهند دید از آن چیزی که در دنیا اینا انجام دادن. ولا یظلم ربک احدا، و بدون شک پروردگار تو ستمکار نیست که بر علیه یک انسان از آن چی که هنوز انجام نداده باشه بر علیه زو نوشته کرده باشه. علی کل حال دوستان عزیز، در جلسه بعد در ارتباط با عبور از پل صراط صحبت میکنیم، مسافتش تا چه اندازه است و انسان ها به کدام اشکال از آن عبور میکنه. در جلسه بعد پیرامونش مفصل صحبت میکنیم. کانال یوتیوب را سابسکرایب کنین. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.